سلام و درود دیگری دارم بر هموطنان بسیار عزیزم در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. در هفته های پیش یک صحبتی رو من در رابطه با فرجام برجام کرده بودم که نهایتش به کجا خواهد رسید. اولا خوشحالم که این نکته جا افتاد، به هر حال فرجام برجام جای خودش رو پیدا کرد، ولی بالاخره این مسئله اون اجرایی شدن خودش رو به دنبال آورد و در دو سه روز گذشته این مرحله به انجام رسید. آقای اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا امضایی رو کردن و دستور دادن که کابینه‌شون، وزراشون این مرحله اجرایی رو آغاز بکنند. البته حتما خبر دارید که خیلی مرموزانه آقای اوباما دستور داد که به طور موقت تحریم ها رو بردارند، ولی این تنها مسئله نبود به این معنا که شرط بزرگی که درش وجود داره اینه که ایران به تعهداتی که داده پابرجا بمونه و اونها را انجام بده و در حداقل به گفته مقامات جمهوری اسلامی در دو ماه آینده و یا مقامات غربی بیشتر از دو ماه اینها بتونن که به اون شرایط تنداده شده جمهوری اسلامی برسن و سازمان انرژی اتمی اونها رو به رسمیت بشناسه و اعلام بکنه تا مرحله برداشتن تحریم ها به انجام برسه. ولی واقعیت قضیه اینه که در نهایت این برجام به کجا رسید؟ آیا قبول کردن که 19 هزار سانتریفیوژ رو به 5 هزار خورده تقلیل بدن؟ پذیرفته شد اگرچه امضا شد. آیا قبول کردن که پلوتونیوم رو کاهش بدن و یا به نوعی به جاش بتون بریزن که دیگه اثری از آثارش باقی نمونه؟ باز امضا شد، ولی آیا پذیرفته هم خواهد شد؟ قبول کردن که 10,000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده رو به 300 کیلو فقط تقلیل بدن، کاهش بدن. قبول کردن که اینها رو به خارج از ایران بفرستن، قرار بود به روسیه فرستاده بشه، ولی همین سه روز پیش اعلام کردن که کشورهای 5 به اضافه 1 کمک خواهند کرد که مشتری برای اینها پیدا بکنند. ولی تمام اینها یک طرف اینی که پذیرفته شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر لحظه‌ای که اراده کرد به پادگان‌های نظامی و مراکز موشکی ایران بدون اینکه اعلام بکنه سر بزنه و اونها رو بازدید بکنه. همه اینها اگر انجام بشه تحریم ها برداشته خواهد شد. ولی در ایران چه اتفاقی افتاد؟ در مجلس شورای اسلامی که قرار بود نماینده های مردم باشند، به هر حال آیا آقای کوچکزاده و رسایی و حسینیان و اینها که میخواستن به جای بتون ریزی در مراکز سانتریفیوژ ها آقای ظریف و صالحی و تیمشون رو در اونجا روشون بتون بریزن به کجا رسید؟ آقای خامنه ای تکلیفشون چه شد؟ آقای لاریجانی که تصویب نامه چند دقیقه ای رو انجام دادن و بعد اعلام کردن که اصلا به ما ارتباطی نداشت، به مجلس ارتباطی نداشت، در اینکه این پروژه پروژه رهبری بود، اینها به کجا رسید؟ اینها تا چه اندازه به هر حال با مردم میتونن که پاسخگو باشن اگر که در طی این سالها به قیمت بدبخت شدن مردم، فقر بیش از اندازه، از بین رفتن دانشمندان ما آمدن و ایستادن که
سانتریفیوژ نوع جدید به وجود بیارن، ایران رو اتمی بکنن. چه شد که با این ذلت زانو زدن در مقابل غرب، نه عملا در مقابل امریکایی ها؟ حالا به کجا میرسه این قضیه؟ در نهایت خبری رو دیدم که نوشته شده بود برجام رونق رو به دنبال داره. البته من این رو خدمتتون باید صادقانه بگم که مردم ایران بدون تردید به دنبال نتیجه این برجام هستن، به دلیل مشکلات عدیده‌ای که براشون به خصوص از نظر فقر اقتصادی و اجتماعی پیش آمده و تصور بر این دارن که به هر حال اگر که این تحریم ها برداشته بشه راه به جایی خواهد برد. ولی این برجام چه خواهد شد؟ چه فرجامی خواهد داشت؟ شما فکر میکنید که شهر موشکی سپاه پاسداران یا نمیدونم موشکی های عماد دوربرد همه اینها از بین خواهد رفت؟ یا به قول آقای ظریف در یه سال و نیم پیش که اعلام کردند که همه اینها عروسک بازیه و پوچه و در مقابل قدرت امریکا هیچی نخواهد بود، آیا اینها خواهد، این سرنوشت خواهد بود؟ یه لحظه من فکر میکنم که بد نیستش که چشم خودمون رو هم بذاریم، فکر بکنیم به ابعاد این فاجعه، فکر بکنیم که آیا واقعا فرجام برجام برای مردم ایران نویدی خواهد بود. چشممون هم بذاریم به این معناست که نگاه بکنیم ببینیم که در طی این 37 سالی که از حکومت جمهوری اسلامی میگذره ما با چه فجایعی برخورد داشتیم. این همه فقر و بدبختی، این همه بی‌هویتی، این همه بی‌مذهبی، این همه اعتیاد، تنفروشی، غیره و غیره. در حال 8 سالشه که همه تقصیرها گردن آقای احمدی نژاده. بقیهش چی؟ 28-9 سال بقیهش چی؟ بقیهش چه اتفاقی افتاد؟ آیا فکر میکنیم که در همین دوره 2.5 سال آقای روحانی چه اتفاقی افتاد؟ آیا اگر آقای احمدی نژاد ارز دارو رو برای وارد کردن ماشین های لوکس پرداخت نمی کرد که بد بود، که حتما بد بود، در این دوران چه اتفاقی میفته؟ آیا ارزهای مبادله یا دارو مجددا برای وارد کردن ماشین‌های لوکس انجام نمیشه؟ همین 2.5 سال که آقای احمدی نژاد بد دیگه نیست، آقای روحانی خوب هست. یه خورده چشممون رو باز بکنیم. هممون چشممون رو باز بکنیم. ببینیم که این دبی، این امارات عربی که اسمش امارات عربی است، 40 و چند سال پیش اصلا وجود خارجی نداشت. چرا؟ سرزمین مزرعش بود، لمیزرعش بود، ولی هیچی توش وجود نداشت. یاد تیمسار هاشمی به خیر که اون زمان در جنوب ایران از طرف ساواک بود، میگفتش که من وقتی که رفتم به دبی یک دونه جیپ با خودمون برداشتیم بردیم اونجا که این ماشین باشه که بتونیم اونجا بریم. دیدم که وسط راه مردم به دیوارها آویزونن. پرسیدم که مردم چرا به دیوارها آویزون میشن؟ پاسخ من از طرف اون راهنما این بود که اینجا زمین شنه و اینقدر گرمه، مردم هر قدم چند قدمی که راه میرن آویزون میشن به دیوارها، کف پاشون خنک بشه. حالا به دبی نگاه بکنیم. دبی که امروز به خودش اجازه میده بیاد معلمان ما رو دستبند و زنجیر به پا بکنه و ایرانی ها رو توی فرودگاه های خودش با اون وضع حقارت آمیز نگه داره، زندانی بکنه و اون همه پیشرفت رو هم داشته باشه. نگاه به خودمونم بکنیم، نگاه به خودمون بکنیم که ما 37 سال پیش کجا بودیم، امروز کجا قرار گرفتیم. من بدون شک مخالف سلطنت بودم، ولی
فاقد انصاف سیاسی اجتماعی که نبودم که بحث رو فارغ از مسئله سیاسی نگاه بکنیم، بحث رو به مسئله حکومتی برگردونیم، بحث رو به اینجا برسونیم که در نهایت اگر ما نتونیم رو پای خودمون بیستیم باز برامون همه کار انجام میدن. توی تاریخ معاصر ایران وقتی که نگاه بکنید، گوشه هایی از تاریخ معاصر میگن که انگلیس ها زمان رضا شاه درشکچی رضا شاه رو جاسوس خودشون کرده بودن. بعد از یه مدتی پیشرفت، استاد دانشگاه بود که جاسوس اونها بود. حالا رسیده به بالاترین مقام مملکت ما. تنها آقای جک استرو نیستش که امروز با تور توریستی گردشگری به ایران میاد، در ایران الان داره زندگی میکنه. همه این مجموعه دست به دست همدیگه داره ما رو به اینجا رسونده که ما فکر بکنیم. میدونم ما زیر فشار گسترده هستیم، سرکوب حکومتی، ولی یادمون باشه که این بحثی نیست که ما رو از همه چی باز بداره. ما در امروزی که در ایران زندگی میکنیم، این جامعه، این بچه هایی که من مرتب ازشون صحبت میکنم، این جوان هایی که دو سوم جمعیت ایران بهشون تعلق داره، اینها نیازمند زندگی امروزشون هستن، نیازمند این هستن که برای فرداشون یه برنامه رو داشته باشن. قبول بکنیم که ما مسئولیم، ما مسئول این هستیم که بتونیم که روپای خودمون بیستیم و در این دنیایی که همه چیز امکان پذیره، امکان پذیره، بدون شک امکان پذیره که ما بتونیم راه ترقی و پیشرفت خودمون رو طی بکنیم. من ناآگاه به این قضیه نیستم که بدبختی که امروز بر ما حاکم شده تا چه حده. زمان مغول و تیمور هم همچیزی نبوده. نه اینکه عمق فاجعه رو من نگاه نمی کنم، من قرن 21 رو نگاه می کنم، من این لحظه رو نگاه می کنم که با شما حرف می زنم، در همین لحظه رو نگاه می کنم که شما من پاسخ می دید و من موظف پاس جوابگویی این قضیه هستم. من نوعی، منی که چه در خارج هستم چه در داخل هستم هیچ تفاوت نمی کنه. نگرانی های ما نگرانی های همگانی و همه جانبه است. باید به خودمون بیایم یه خورده بیشتر فکر بکنیم، فکر بکنیم که چه راههایی امروز وجود داره. آیا این امکان وجود داره که ما باز دوباره هیجان زده نشیم، باز دوباره یک روحانی دیگری رو، یک خاتمی دیگری رو، یک نمیدونم احمدی نژاد دیگری رو نیارن و بگن که اینها هستن که ناجی هستن و نجات دهنده؟ باز دوباره فکر بکنیم که آیا رهبری که اعلام میکنه که من هیچ کارم، بعد نمیدونم نمایندش تعیین کننده است، بعد نمیدونم همه چی، ما رو کجا میبره؟ من فکر میکنم که راه داره. هیجان زده نشیم، فکر بکنیم و اعتراض بکنیم. اعتراضی رو که امروز تو جامعه ایران شکل پیدا کرده، اعتراضی رو که میشه بهش رسید و میشه حد اقل ها رو با شرکت در این اعتراض ها به جامعه ایران، برای عادت کردن جامعه به اعتراض کردن و به جامعه جهانی منتقل کرد. نگرانی حکومت بیش از این هاست. ببینید وقتی آقای جنتی میگه که نگرانه که بعد از بحث برجام برسن به برابری حقوق زن و مرد، خب اینها نگرانی است، نگرانی از ما، از ما مردم ایران. ولی من فکر میکنم که راه ما روشن، جلومون باز، جادمون همواره، میتونیم حرکت بکنیم. در هفته های آینده من تلاش خواهم کرد که در رابطه با برابری، چه در رابطه با زن و مرد، چه در برابری گروه های اجتماعی، اقوام، همه و همه بیشتر با شما صحبت بکنم. بسیار سپاسگزارم. تا هفته بعد.